تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم که چطوری میتونی فقط با استفاده از پاورپوینت این افکت شکستگی و سه‌بعدی رو روی متن‌های اسلایدت اعمال کنی. وقتی که میخوای مفاهیمی مثل شکستگی یا شکننده بودن رو منتقل کنی، میتونی از این افکت استفاده کنی. برای انجام این کار اول نوشته خودتون رو وارد اسلایدهای پاورپوینت بکنید که نوشتتون هم میتونه به صورت فارسی باشه هم انگلیسی. بعد میتونید نوشتتون رو بولد کنید و بعد تو قسمت فونت میتونید یه فونت مناسب رو برای نوشتتون انتخاب کنید. فقط دقت کنید که بهتر هستش که از فونت هایی که ضخیم هستن استفاده کنید. مثلا الان اینجا چون نوشته من به زبان انگلیسی هست، من فونت اریال بلک رو براش انتخاب میکنم. و اگرم نوشته شما فارسی هست، فونت هایی مثل جدید میتونه برای این افکت مناسب باشه چون ضخامتش خوبه. و بعد نوشتتون رو انتخاب میکنید و سایز مناسب رو به نوشتتون اعمال میکنید و اون رو توی مرکز اسلاید میتونید قرار بدید به کمک گزینه های الاین سنتر و الاین میدل. و حالا تو مرحله بعد از تب اینزرت و شیپ به کمک گزینه فری فرم میایید و از اون قسمتی که دوست دارید نوشته شما شکسته بشه، شیپ خودتون رو به این صورت که من الان دارم رسم میکنم رسم میکنید. و بعد با نگه داشتن کلید شیفت، شیپ و نوشته خودتون رو انتخاب میکنید و از تب فرمت تو بخش میر شیپ گزینه فرگمنت رو میزنید و حالا قسمت های اضافه ای که ایجاد شده رو میتونید انتخاب کنید و با زدن دیلیت کیبورد اونها رو پاک کنید. و حالا قسمت‌های بالا و پایین رو هر کدوم رو به صورت جداگونه انتخاب می‌کنید، گروه می‌کنید و می‌تونید رنگ مورد نظر خودتون رو به بخش‌های مختلف این نوشتتون اختصاص بدید. و حالا قسمت‌های پایین نوشته در همین حال که انتخاب هست، میتونید به کمک دکمه‌های اروکی کیبورد یکم موقعیتش رو تغییر بدید تا اون افکت شکستگی رو داشته باشیم. فقط تو این مرحله حواستون باشه که خانه‌ی نوشتتون از بین نره. و بعد هر دو بخش رو با هم انتخاب میکنیم و با زدن کنترل جی بخش های مختلف رو گروه میکنیم و حالا ما یک شیپ واحد داریم. و حالا نوبت این هستش که بخوایم یه سری افکت هایی رو به متنمون اضافه کنیم. روی شیپمون راست کلیک میکنیم و گزینه فرمت شیپ رو انتخاب میکنیم و تو قسمت افکت آپشن، تو بخش 3D روتیشن و تو قسمت پرسپکتیو میایم و گزینه ریلکس رو انتخاب میکنیم و بعد هم میتونیم مقدار 19 درجه رو به وای روتیشن بدیم و اینتر بزنیم. و بعد تو بخش 3D فرمت قسمت دپ میایم و مقدار 15 پوینت رو به نوشته خودمون میدیم و اصطلاحاً 15 پوینت نوشتمون رو عمیق‌تر میکنیم. و بعد تو قسمت متریال میتونیم بیایم و گزینه دارک ایج رو انتخاب کنیم و حالا نوبت یه نور دادن خوب به نوشتمون هستش که تو بخش لایتینگ شما میتونید گزینه ای مثل سافت رو انتخاب کنید. این گزینه هایی که من بهتون میگم امتحان شده است که معمولا بهترین نتیجه رو میده. و بعد تو بخش شادو میتونید بیاید و یک سایه رو هم به نوشته خودتون اعمال بکنید که من تو اینجا مقدار 103 رو هم برای سایز سایه انتخاب میکنم. و این هم از نتیجه کار. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین و براتون مفید بوده باشه.